قارچ شیمل یا همون کپک روی دیوار چیزی هستش که شما اگه تو آلمان زندگی کنید صد درصد بالاخره دیر یا زود با این مشکل یه موقع برخورد خواهید داشت یا یه کسی رو میشناسید که این مشکل براش پیش آمده برای همین این ویدیو قراره به شما کمک کنه که اگر خونتون یه جاییش کپک زد دیوار یا قارچ زد بدونید که باید چیکار کنید بدونید که چقدر این موضوع مهمه چقدر این قارش ها سمی هستن و خیلی خطرناکه که کسی اونجا مثلا توی دراز مدت تنفس کنه و نفس بکشه و اینا این چیزی هستش که منم شنیدم خودم پزشک نیستم تحقیق علمی نکردم ممکنه یه نفر باشه مثلا پزشک باشه بگه آقا انقدری که توی آلمان میگن نه خطرناکه مثلا خطرناک نیست یا اینکه واقعا هم شاید انقدر خطرناک باشه به هر حال چیزی که هست اینه که اگر خونه ای قاچ زده باشه دیوارش یا کپک زده باشه یا شیمل زده باشه باید یه کاری انجام بدیم به خاطر اینکه همینجوری ولش کنیم خب اصلا زشته اصلا جالب نیست اصلا خیلی چهره زشتی هم داره حالا حتی اگر که بگیم برای سلامتی هم اونقدر مضر نیست که خیلی ها میگن هست و خیلی ها میگن سمیه و واقعا آدمو کلی بیماری و اینا برای سیستم تنفسیش میاره خب اینجا کجاست؟ اینجا یکی ای از سویت هایی هستش که من دارم و اجاره میدم و این سویت مال یه خانم یه خانم آلمانی توش زندگی میکنه در مال من اجاره دادم به یه خانم آلمانی و ایشون یه خانم 20 فکر کنم الان 28 سالشه الان یه فکر کنم یه سال و نیم دو سالی هستش که اینجا زندگی میکنه و به من گفته شب وقت پیش که من خونم مشکل پیدا کرده و شیمل زده دیوارش بیا ببین مشکل چیه من بهش گفتم که شما لوفتن انجام میدی گفت انجام میدم خیلی هم خوب پنجره رو باز میذارم و اینا قبل از اینکه بگم چی شد لوفتن اگر کسی نمیدونه چیه یعنی اینکه شما پنجره ها رو باز کنید که هوای مرتوب که خونه داخلش در واقع وقتی تنفس میکنی رطوبتش می بالا هوای مرتوب بتونه از خونه خارج بشه این میشه در واقع لوفتن کردن معمولا میگن در روز هر موقع که مثلا دیدید رطوبت رفت رف به یه اندازه ای رسید که اونم میتونید با دستگاه رطوبت سنج بسنجید دستگاهش هم فکر کنم 4 500 یورو میتونید از آمازون بخرید قیمتی نداره اون موقع میگن که در پنجره رو باز کن ولی خب ما خودمون هیچ وقت از این دستگاه استفاده نمی کنیم من برای این خانم یه خریدم که خیالش راحت باشه میگم چرا خیلی نگران شده ولی خودمون این کار نمی کنیم. خودمون معمولا مثلا روزی دو بار پنجره ها رو باز می کنیم. معمولا همه پنجره ها رو باز نمی کنیم درستش اینه که کل پنجره های همه خونه رو باز کنیم ولی خب خونه ما در پنجره زیاد داره واقعا نمیشه به طبقه بالا و بیای پایین اینا ولی معمولا مثلا دیگه اتاقی که توش هستی یا حالا که مثلا میخوای توش بشینی یا مثلا اتاق خواب وقتی بیدار میشی این لوفتن رو حتما انجام بدید که خدای نکرده دیوار کفک نزنه من به ایشون گفتم اینو درست انجام میدی گفتش که خب درست یعنی چی گفتم یعنی اینکه پنجره رو چجوری باز میکنی پنجره بعضیا فکر میکنن وقتی بالاشو باز کنیم این عمل لوفتن انجام میشه یعنی هوای مرتوب بره بیرون و هوای با رطوبت کمتر بیاد بجاش این اتفاق میفته ما اگر پنجره بالاشو باز کنیم این کافی نیست این چیزی بود که من میدونستم ولی چون من متخصص این موضوع نبودم و گفتم این خانم خیلی نگران بود دلیلش رو اینجا میخوام بگم این خانم گفتش که من الان حامله شدم الان هفته چهارم پنجم ششم نمیدونم خلاص خیلی همون اوایلش هست میگفت من خیلی فازشتیکم میترسم برای بچم مشکلی پیش بیاد و و گفت دارم فکر میکنم که از اینجا برم اگر این مشکل حل نشه چون اینو بگم برای خیلیایی که تو آلمان خونه دارن و مستجر دارن میگن که آقا مگه این وظیفه مالک هستش که بلنشه بره مثلا خونه رو حالا این کاری که معلوم خواهم انجام بدم و انجام بده مگه وظیفه شماست وظیفه من نیست اگر که مقصرش من نباشم اگر مقصرش من باشم یعنی این بشه ثابت کرد که این رطوبت از بیرون میاد و یه جوری به خاطر اینه که ساختمون سالم نیست ساختمون یه خرابی داره یه مشکلی داره مثلا یه پنجره هست لاش چی میگن خیلی آیق نیست اون دیشته اونجا من باید بیام و اینو تعمیر کنم به خاطر همین من سریع اومدم ببینم مشکل چیه اینم باید اضافه کنم ایشون اجاره خیلی خوبی پرداخت میکنه و خب اصلا مستجر عوض شدن و رفتن اومدن یه زحمت اضافه است این خانم اگه بخواد بره من باید کلی زمان بیشتری بذارم تا اینکه یه دقیقه بلنشم بیام ببینم که مشکل چیه و بالاخره اگه بتونم کمک کنم این شد که اومدم دیدم خونه رو گفتم که ببین این موضوع من حدس میزنم که مربوط به لوفتن کردن باشه ولی باز برای اینکه شما میگی بادار هستی و نگران هستی و اینا بذار ما این شرکت متخصص بیاریم این شرکت ببینه و نظر بده این کاری کردیم من تماس گرفتم یه شرکتی که کارش در واقع همین شیمل بکم فونگ بود اومد و یه آقای اومد و با دستگاه رطوبت سنج اومد و دید و نظر داد. آقای اومد گفت که شما خوب لفتن نمی‌کنی و گفتش که اینو باید درست انجام بدی که این شیملا مثلا دیگه پیش نیاد دیوار کپک نزنه. یه مشکل دیگه هم توی حمام هم هست کنار دوش بین کاشی ها اونجا هم یه سری لکه های سیاه بود و اینا که حالا همه رو ویدیوشو بهتون نشون میدم ببینید که شیمل چیه توی گوگل هم بزنید نمونه های مختلفش رو میبینید و مرده گفتش اونی که توی دوش هست زیر دوش این تو کاشی ها به وجود آمده این هیچ ربطی دیگه به لوفتن کردن نداره به خاطر اینکه و اینجاشو من نمیدونستم خوب گوش کنید شما یاد بگیرید خیلی جالب بود گفتش توی حمام وزیر دوش انقدر آب هستش و مثلا شما دوش میگیری آب به در و دیوار هست هر چقدر پنجره رو باز بذاری باز هم کل رطوبت خارج نمیشه کاری که باید بکنی یه حوله بعد اضافه همیشه بذاری اونجا دوش که گرفتی حمام تموم شد با اون حوله بعدی کاشیا رو خوش کنی پنجره هم باز بذاری لوفتن کنی اینجوری میشه که رطوبت دیگه نمیمونه ولی اگه فقط پنجره باز بذاری حس میکنی رطوبت رفته ولی این رطوبت و اون آبا هنوز به اون کاشی ها هستش من خودم اینو نمیدونستم یاد گرفتم برای خودمونم این کار رو انجام بدم الان مسئله اینجاست که ما تو حالت های مختلفی میتونیم که قارچ و کپک و توی خونه داشته باشیم یکیش حمام بود گفتم یکیش توی خونه وقتی که شما لوفته نکنید در پنجره باز نکنید رطوبت خارج نشه بعضی وقتها هم هستش پشت کمد یا پشت یه چیزی که مثلا به دیوار چسبیده حتی ممکنه یه تخت مثلا دو نفری باشه که خیلی به دیوار نزدیکه و پشتش میتونه شیمل بزنه من خودم مثلا هر موقعی که برای خونه میخوایم بریم برای خرید یا مثلا کار وام مسکن یا انجام میدم اگر خودم حضور داشته باشم و هنوز وسایل توی خونه باشه میگم موقع بازدید که شما اگه میشه این کمودا رو بکشید جلو ما از زره پشتش هم نگاه کنیم بعد مثلا نور میندازم ببینم که پشت دیوار شیمل نزده باشه همونطوری که گفتم این چیزایی که مثلا این جاهایی که هست یکی حمام و یکی پشت دیوار یکی مثلا وقتی که خونه لوفتن نشه گوشه های اتاق و اینا اینجاها میتونه کپک جمع بشه و همون شیمل یا قارچ جمع بشه که گفتم برای سلامتی هم خوب نیستش حالا ما از این آقا پرسیدیم که آقا ما الان چیکار کنیم الان مشکل داریم و شما باید بیایید مثلا کار خاصی باید بکنیم که ایشون یک ایده داد گفت آقا شما یه دونه از این اسپری ها بخر یه دونه از این اسپری های ضد قارچ شیمل روش نوشته و حواست باشه که این کلور داشته باشه گفت حواست باشه کلور داشته باشه به این دلیل که سفید بشه اگه کلور نداشته باشه قارچ رو میکشه و اون کپکه ابه میره ولی سفیدیه اون لکه ها جاش میمونه سفید نمیشه و من گفتم خب اینجا مثلا دیوار یا اون کاشی ها بالاخره این میخوایم این زیباییش هم مهمه دیگه و خب اون طرفم که اینجا زندگی میکنه میبینه چشش میبینه مرده گفتش که حتما با کلور حواست باشه بخری که این سفید بشه ولی گفتش اگر با کلور بخری اینجا خیلی بوی کلور میاد تو خونه و حواست باشه که مثلا پنجره ها باز باشه یا مثلا یکی دو ساعت تو خونه نباشه اینا. حالا اون بنده خدا دلی که الان من اینجام این بنده خدا گفتش که من بادارم الان بچم خدای نکرده اتفاقی برش میفته و اینا من گفتم که خیلی خب من کاری که میتونم بکنم این که مثلا یه موقعی که خونه نیستی بیام و من این کار انجام بدم من کلید اینجا هم دارم کلا سابخونه میتونه کلید خونه مستجر داشته باشه البته مستجر میتونه بعدا مغزی رو عوض کنه ولی صابخونه نمیتونه همینجوری علکی بی دلیل و بدون هماهنگی مثلا بیاد خونه مستجرش من الان ایشون به من گفته که من امروز نیستم از الان امروز پنجشنبه است از پنجشنبه ظهر گفت من نیستم تا جمعه شب گفت برمیگردم گفت دارم میرم پیش دوست پسرم و شب اونجا میمونم و شما اینو بی زحمت انجام بده بعدم پنجره باز بذار که بوی کلور بره و فردا ان که مشکل حل شده باشه حالا ما گفتیم که ما این کار انجام میدیم اون مردم نگفت که صد درصد خوب میشه گفت شما این کار رو انجام بده یا مشکل حل میشه یا اینکه مخصوصا حمام دستشویی حالا اینجا که روی دیوار این حل میشه احتمالا گفتش که توی دوشو اگر که حل نشد باید دیگه یه کاشیکار بیاری که کاشی در بیاره دوباره جدید کاشی کنه اونجا رو که خب حالا ما اینو اول تست میکنیم اینم من دقیق نشون بدم ببینید دیده میشه اینجوری و همین دیگه تستش میکنیم اگر خوب نشد و اگر این خانم خواست بلنشه چون اینجا متراجش هم خیلی زیاد نیستش کلا فکر کنم 23 متر احتمالش هست که ایشون کلم دیگه بخواد از اینجا بره اگر بخواد بره هم مامو دستشویی و من کلا بازسازی میکنم یه نکته ای هم بگم بچه که میخوان سرمایه گذاری کنن میخوان خونه بخرن اجاره بدن حواستون باشه اگر تو زندگی خودتون جایی صرفه جویی میکنید اینو خب دیگه تصمیم خودتونه مثلا من یه ماشین دارم که خب خیلی ها ممکنه مسخرش کنن ممکنه میگن چرا 3 سوار میشی حالا الان 206 دارم ممکنه شما ویدیو رو ببینید ماشینم عوض شده باشه ولی اینا برای زندگی شخصیه چیزی که شما میخوای ازش پول در بیاری کسب و کارت خونه ای که میخوای اجاره بدی اونجا باید اتفاقا بهترینش رو هزینه بکنی بعضی یا برعکس فکر میکنم میگن این خونه که دیگه دست مستجر من برای چی هستم توش هزینه کنم مستجر داره اینجا زندگی میکنه و من که لذت رو نمیبرم بذار خود مستجر زندگی کنه و حالا این خودش خاص کاری کنه من هیچی هزینه توش نمیکنم این بدترین فکره دلیلش چیه دلیلش رو خیلی ساده بگم الان فرض کنید که این خانم از اینجا بره من میخوام این خونه رو به شخص جدیدی اجاره بدم خب کی اینجا رو میتونه اجاره کنه من دو تا مشتری تیپیکال میگم این دوتا شخصیت میگم این شخصیت ها نه جنسیتشون مهمه نه اسمشون ولی دوتا شخصیت تیپیکال یعنی شما من این خونه رو بذارم توی اینترنت افراد خیلی زیادی ایمیل میزنن ولی این دوتا فردی که گفتم توی این در واقع تیف قرار میگرد که خب یکیشون کمتر پول میتونه بده یکیشون بیشتر میتونه پول بده اونی که کمتر میتونه پول بده مثلا یه دانشجوی از نپال میگه من آقا آمدم و دنبال جا میگردم این دانشجوی نپالیه این حمام دستشویی همین جوری هم که الان هست اصلا میگه آقا این برای من کافیه فقط من دنبال جا میخوام و مثلا کلی جا ایمیل زارم بهم اتاق نمیدن و این خیلی به من عالیه همام دستشویی جدا داره یا آشپزخونه کوچیک داره و برای من کافیه اما این پولی که این خانم الان داره میده ایشون نمیتونه بده خب چون این هزینهش نسبتا بالاه حالا فرض کن شما بیای بگی که من حمام دستشوییشو انقدر شیک میکنم که این نفر دومی که میخوام توصیفش کنم اینم وقتی میاد از اینجا خوشش بیاد چون اون این براش مهمه اون که اینم نمونه مثلا همین سری پیش که من میخواستم اینجا اجاره بدم نمونه اینم چند نفر بودن مثلا یک دختر خانم 21 ساله 22 ساله با پدرش میخواستن از شهر دیگه بیان اینجا رو ببینن و در واقع بیان حالا برای چی میخواست بیاد مثلا ایشون گفت من یه آسپیلون پیدا کردم تو مطب دندون پزشکی خب شما فرض بکنید یک خانواده ای دخترشون رو میخوان بفرستن یه شهر دیگه بیاد آسپیلونگ میخوان برش بهترین جا رو که میتونن بگیرن خب اینجا قیمت یه خونه مثلا 5 متری 60 متری نیست ولی خب اتاق مثلا 20 متری ارزون هم هست ولی اتاق 20 متری ارزون که همام دستشویش مثلا کرکسیفتر قدیمیتره تا یه جایی که طرف بیاد توش ببینه که واو چقدر مثلا کاشی های خوشگلی چقدر دستشویی خوشگلی چقدر شیرالات مثلا حرفه‌ای با کیفیتی استفاده شده اون توی چشم اون طرف یه تأثیری میذاره که طرف خیلی بیشتر حتی حاضر پول بیشتری بده ولی این خونه رو بگیره و اینم بهتون میگم برای آلمانیا و برای مام همینطور ولی مخصوصا برای آلمانیا حمام دستشویی مهمترین چیزیه که ممکنه باشه یعنی من کلبه اجاره کردم توی کوههای ایتالیا رفتیم با آتیش مثلا آشپزی میکردیم حتی جاش یه اجاق آتیشی هم داشت ولی حمام دستشوییشون تمیز شیک و خیلی مدرن بود برای شهروندای اروپایی این خیلی مهمه که حمام دستشویی تمیز باشه واقعا تمیز در حالی که مثلا بتونی بیای بشینی روش یعنی بتونی اینجوری بیای بشینی اونجا همینجوری بننه که فرشی چیزی باشه بشینی روی کاشی‌های حمام دستشویی شما این کار مثلا توی خیلی متاسفانه خیلی از دستشویی یا حمام های توی ایران نمیتونید بکنید به دل آدم نمیشینه مثلا یا کثیفه یا اونقدر تمیزی یا بین کاشی ها جم گرفته ولی اینجا دیدی مثلا میای توی جایی حمام دستشویش میگی واو چقدر تمیزه چقدر تمیزه و واقعا لذت میبری مثلا یه هتلی میری من دوست دارم که اگه بخوام بازسازی کنم این کیفیت رو توش به کار ببرم اینم گفتم یه تیپ برای دوستایی که خونه دارن برای اجاره یا میخوان خونه بخرن و بعدا اجاره بدن حواستون باشه کار اشتباهی نمی کنید اگر خونه رو قبل از اجاره دادن بیاید و مخصوصا روی حمام دستویش یه ذره سرمایه گذاری کنید کاشی های بزرگ بذارید کاشی های خوشگل بذارید شیرالات مدرن بذارید اگر مثلا شما میتونید یه شیرا، شیر شیر دستویی رو. مثلا بخری از 50 یورو تا مثلا 550 یورو من جا باشم میام اون 550 تا میخرم یعنی تأثیری که توی اجاره که شما هر ماه میگیری اون داره توی ذهن مشتری کسی که میخواد بیاد اینجا رو ببینه تأثیری که توی ذهن مشتری داره خیلی بیشتر هستش و اون پوله بعدا بیشترش برمیگرده اینم تجربه برای دوستانی که میخوان خونه بخرن و بازسازی کنن و اجاره بدن حالا بریم با هم دیگه از این محلول استفاده کنیم من خودم هم استفاده نکردم نمیدونم چه جوری میخوام استفاده کنم قبلش یک ماسک اینجا آوردم به خاطر اینکه من گفت که اون مرده گفت گفت خودت هم ماسک بزن میخوام ماسک بزنم اینو اسپری میزنم و بعد میریم می یه یک ساعت دو ساعت دیگه میایم که من روش رو باید با یه ابر خیسی پاک کنم و ببینیم که آیا خوب شده رفته یا نه و بعدم پنجره رو باز بزنم تا فردا که ایشون میاد که اینجا این بوی کلور هم از اینجا بره اینم هم در هستش بچه ها همونطور که گفتم شیمل زده کپک زده این سیاهی و حالا باید ببینیم با اسپری میره یا نه عجب چیزی بود آقا من اینو استفاده کردم الان بعد از یک ساعت میام میبینم که اصلا نیست یعنی من اومدم با یه ظرف با یه ابری که اینو خیس کنم و اینو بعد بکشم روی اون قسمتی که اسپری زدم اصلا میبینم نیست انگار اصلا هیچی نبوده اونجا حالا من باز اینو میزنم بروش بخاطر اینکه حالا موادش روش مونده و اینا ولی اصلا شما نمیتونید تشخیص بدید که قبلش اینجا کپک و شیمل و اینا بوده دوستان پرسیدن که اینو ما بخریم یا نه الان میخوام بگم که بله بخرید توی اینستاگرام چند نفر پیام دادن گفتن این برای خونه ای ما کار نکرد و اینکه ما اینو قبلا خریدیم و یکی گفت از دی ام بخر یکی گفت از فلان شرکت بخر من میتونم الان راجع همین محصول صحبت کنم و لینک خریدش هم توی آمازون هست که من میذارم پایین این ویدیو میتونید شما سفارش بدید من واقعا این محصول الان راضیم بهتونم نشون میدم و حتی کاشیا بین کاشیا هم که اون مرد گفت اونو احتمالا خیلی فایده ای برش نداره ولی فعلا بزنید حتی اون رو هم تا حد زیادی تونسته سفید کنه حالا بهتون نشون میدم خودتون تفاوتش رو ببینید میگم این دیوار که اصلا میبینید کاملا سفید 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 شده و اصلا انگار نه انگار و خب هم رنگش سفید شده به خاطر اینکه کلور داشته اینجا نوشته اکتیو کلور همین که این کپک ها همه کشته شدن و نابود شدن و خلاصه دیگه مشکلی هم برای سلامتی نیستش منم الان یه عکس میگیرم برای مستجرم میفرستم که خوشحال باشه که بالاخره مشکل کاملا حل شد این خیلی مهمه که حواسمون باشه یه نفرم برای من توی اینستاگرام نوشته بود که این اسپریگر من استفاده کردم ولی دوباره کپک زد اسپری به نمیخوره من بهشون گفتم که آقا این شکلی نیستش که اینو بزنیم دیگه هیچ وقت اونجا کپک نزنه کپک زدن و قاچ گرفتن به لوفتن کردن و به رطوبت هوا بستگی داره وقتی ما تو خونه هستیم صحبت میکنیم حرف میزنیم رطوبت هوا میره بالا و باید پنجره ها رو درها رو باز کنیم که این هوا بتونه هوای مرتوب بره بیرون و هوای با رطوبت کمتر بیاد تو یه چیز مهم هم هستش خیلی ها ممکنه بپرسم باید شوفاجا رو روشن کنیم یا خاموش کنیم یا چیکار باید بکنیم هوا اگر که گرمتر باشه یعنی شوفاژ روشن باشه ما امروز صحبت میکنیم تو خونه هستیم نفس میکشیم زندگی میکنیم آشپزی میکنیم و مثلا گه چند ساعتی میگذره رطوبت هوا میره بالا اینجا اگه شوفاژ روشن باشه هوا گرم شده باشه بعد شوفاژ رو خاموش کنیم پنجره ها رو باز کنیم یه ده دقیقه صبر کنیم هوای مرتوب خیلی راحت تر میره بیرون چون دماش رفته بالا ولی اگه هوای مرتوب خنک باشه خب بیشتر طول میکشه تا اینکه این انتقال هوا انجام بشه خب بچه ها اینم از تجربه من بود با مستجرم و امیدوارم که توی این ویدیو با اینکه راجع به قارچ و کپک و اینا صحبت کردیم ولی تونسته باشید یه سری ایده های دیگه ای هم بگیرید اگر میخواید که اینجا خونه بخرید و اجاره بدید بدونید که توی چه چیزایی بهتری که رونا تمرکز کنید رونا سرمایه گذاری کنید و بعدا در واقع فیدبک مثبتش رو از مستجرتون بگیرید به خاطر اینکه هیچ چیزی بهتر از یک ارتباط خوب صابخونه و مستجع با هم دیگه نیست وقتی ارتباط خوبی باشه شما با خیال راحت میتونی سفر بری میتونی بری دنیا رو بگردی و میدونی که مستجرت با خیال راحت هم از خونه خوب مراقبت میکنه هم اینکه اجارش رو به موقع پرداخت میکنه و همه چی خوبه و شما چی, چی میخوای اینکه خیالت راحت باشه دیگه نباید فکر کنی که حالا اون هم که مثلا فلانجا دارم چی میشه مستجره خونه رو خراب نکنه اینا. این فکرای بد وقتی که حواس جمع باشه یه مستجر خیلی خوب بتونی انتخاب کنی و به عنوان صابخونه بتونی اگه وظایفت انقدر هست بتونی انقدر بهش کمک کنی خدمات بدی سرویس بدی اعلام آمادگی برای کمک بکنی مستجرم خیلی خوشحال میشه و خیلی حس خوبی ایجاد میشه و این ارتباط خوب میگم به نفع هم هست. یه بازی بود بوده در اصل بگیم بود 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 هم به نفع مستجره هم به نفع مالک و هم به نفع خود خونه چون مستجر ازش به خوبی مراقبت میکنه دوستای عزیزم تا ویدیو بعدی شما به خدای بزرگ میسپارم تا بعد خدا نگهدار